تصور کنین یک فضاپیمای بزرگ مثل یک شهر چند طبقه تو فضا شناوره. یه روز انسان‌ها چنین فضاپیمایی با مساحت چند صد کیلومتر رو می‌سازن. به نظر نمی‌رسه که اگه روزی به چنین تکنولوژی برسیم، دیگه توی منظومه حرکت کنیم. احتمالاً به سیارات خارج از منظومه خورشیدی می‌ریم. اما نزدیک‌ترین منظومه به ما حدود 4 سال نوری فاصله داره و خیلی زیاده. در چنین حالتی و برای رفتن به چنین منظومه‌ای احتمالاً یک شهر شناور تو فضا می‌سازیم که به سمت سیارات دیگه حرکت کنه. اون موقع دیگه فضاپیما واسه ما جواب نمیده. اما در آینده احتمالاً دور که چنین پیشرفتی بکنیم، سفر انسان به فضا با چه شکل سکونتگاه‌هایی همراهه؟ چطور میتونیم توی چنین فضاپیماهایی زندگی کنیم؟ در این ویدیو از پاراگراف به مستعمره‌های آینده فضایی و شهرهای مفهومی می‌پردازیم. یک مستعمره فضایی باید در برابر شرایط سخت فضا مقاومت کنه. اما باید یک محیط امن و راحت رو هم برای نسل‌های انسان مستعمره ایجاد کنه. چرا که در شهرهای فضایی انسان زاد و ولد می‌کنه و نسلش رو گسترش میده تا بتونه به یک سیاره هدف برسه. هر زیستگاهی باید منابع غذایی، آب، هوای قابل تنفس و تجهیزات پزشکی قابل تجدید داشته باشه. برای تولید گرانش مصنوعی باید بچرخه. اگرچه دانشمندان هنوز مطمئن نیستن که ما به چه مقدار گرانش توی یک شهر فضایی نیاز داریم تا بتونیم راحت زندگی کنیم. ساکنان این شهر فضایی به محافظت در برابر تشعشعات خورشیدی نیاز دارن. خورشید هر لحظه پیوسته ای از ذرات باردار به نام باد خورشیدی رو از خودش ساطع میکنه و به طور متناوب انفجارهای مرگباری که بهش رویداد ذرات خورشیدی میگن رو درست میکنه. تشعشعات پرتوهای کیهانی هم ممکنه ساکنان هر مستعمره فضایی رو به خطر بندازه. دانشمندان موقع ساخت ایستگاه فضایی بین المللی یا به اختصار ISS با این مشکلات مواجه بودند که براش راه حل درست کردند. در سال 1998 اولین قطعه ماژولار ISS به مدار زمین پرتاب شد. طی 13 سال بعدش فضانوردان و مهندسان بین المللی یک آزمایشگاه تحقیقاتی ریزگرانش رو در فاصله 400 کیلومتری از زمین در این ایستگاه بین المللی ساختند. ISS هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین میچرخه و حدود 28 هزار کیلومتر در ساعت پرواز میکنه. بیش از 20 ساله که ایستگاه فضایی بین المللی تیمهایی از فضانوردان رو به طور ایمن و محافظت شده در خودش جای داده و پر عمر ترین ایستگاه فضایی قابل سکونت تا الانه. اما ISS یک زیستگاه دائمی و پایدار نیست و محیط راحتی برای استعمار فضایی به شمار نمیاد. یعنی ما نمیتونیم یک شهر فضایی مثل ایستگاه فضایی بین المللی بسازیم و انتظار داشته باشیم ما رو خیلی راحت توی سفرهای هزاران کیلومتری دورتر از سیاره زمین ببره. ISS راهروهای تنگی داره. فضانوردان غذاهای بسته‌بندی شده مخصوصی میخورن که تو شرایط یخزده و خلاء سالم باشه. محیط این ایستگاه اصلا راحت نیست. فضانوردان مشکلات روانی و اضطراب و افسردگی رو تحمل میکنن. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض بیوزنی هم باعث تغییراتی تو سیستم‌های اندام بدن میشه، مثل آتروفی عضلانی، اختلال بینایی و از دست دادن تراکم استخوان. اگرچه ISS یک سکونتگاه دائمی نیست، اما یک دیدگاه با ارزش رو از زندگی تو فضای آزاد به ما داده. اگه قرار بود انسان‌ها یک ساختار بزرگتری بسازن که مثلا برای 1000 نفر مستعمره نشین مناسب باشه، ممکنه بتونن از فناوری‌ها و دانشی که در ISS استفاده شده به کار بگیرن. مثلا هر سکونتگاه فضایی باید به یک سیستم پشتیبانی حیات به صورت حلقه بسته مجهز باشه. یعنی یک سری مواد پایه‌ای رو داشته باشه و بعد با بازیافت زباله‌ها اونها رو به چرخه برگردونه. سیستم پشتیبانی حیات ISS یک سیستم حلقه بسته نیست، اما بازم خیلی نسبت به روزهای اولیه پروازهای فضایی پیشرفت داشته. اون زمان فضانوردان تمام تجهیزات و اکسیژن خودشون رو در مخازنی همراهشون حمل می‌کردن. در طول سالها ISS یک بخش آزمایشی ایجاد کرد که بهش سیستم کنترل محیطی و پشتیبانی حیات که به اختصار ECLSS میگن
که میتونه آب رو بازیافت کنه، دما رو حفظ کنه و کابین‌های قابل سکونت رو تهویه کنه. دو دستگاه داره که با الکترولیز آب اکسیژن تولید میکنه، در حالی که دی اکسید کربن و بقیه گازهای فرار جذب میشن و تو فضا تخلیه میشن. در چند سال گذشته آژانس فضایی اروپا یک سیستم پشتیبانی حیات متفاوتی رو آزمایش کرد که تقریباً 50% CO2 رو توی ایستگاه فضایی بین المللی پردازش میکنه تا اکسیژن تولید کنه. تکنولوژی جدیدتری هم به نام فوتوبایوریاکتور هست که توسط دانشمندان آلمانی ساخته شده و از جلبک های فوتوسنتزی برای مصرف CO2 و آزادسازی اکسیژن در نور استفاده میکنه. این سیستم یک زیست توده تولید میکنه و نشون میده که چطور سیستم های پشتیبانی از حیات در آینده میتونن غذای قابل باز تولید رو برای فضانوردان تامین کنن. با این وجود بخشی از اکسیژن باید از زمین و به صورت مخزن به ایستگاه فضایی برسه. در حال حاضر ایستگاه فضایی بین المللی نمیتونه اکسیژن تولید شده رو برای پیاده روی های فضایی فضانوردان مورد استفاده قرار بده. تازه ایستگاه بین المللی به مخازن نیتروژن هم نیاز داره. پروازهای فضایی آینده مثل مأموریت آرتمیس برای سفر به ماه میتونن از سیستم‌های پشتیبانی حیات پیشرفته استفاده کنن. تو سیستم‌های جدید که البته به آرتمیس نمیرسه و برای مأموریت‌های دیگه میتونه استفاده بشه، امکان ساخت چرخه‌ای شبیه به زمین هست که هوای قابل تنفس و غذای تجدیدپذیر رو برای فضانوردان و در نهایت مستعمرات فضایی فراهم می‌کنه. اگر ما یک سیستم حلقه بسته کارآمد طراحی کنیم، دانشمندا چطور میتونن زیستگاهی بسازن که بتونه از یک مستعمره بزرگ تو فضای آزاد پشتیبانی کنه؟ بیشتر از 100 ساله که دانشمندا تلاش کردن به این سوال جواب بدن. خیلی از تأثیرگذارترین ایده ها هم از اواسط دهه 1970 شروع شدن. اون زمان یک فیزیکدان با نفوذ به نام جرارد اونیل معتقد بود که انسان‌ها فناوری ساخت شهرهای مداری رو دارن، یعنی شهرهایی که توی مدار زمین قرار بگیرن و بتونن میلیون‌ها نفر رو در خودشون جای بدن. اولین مستعمره فضایی مفهومی اونیل استوانه‌های بزرگی رو داره که حدود 32 کیلومتر طول و 6 کیلومتر قطر دارن. هر استوانه یک نوار طولانی از زمین مصنوعی رو ساخته که 1300 کیلومتر مربع فضای زندگی رو ایجاد کرده. این ایده که به سیلندر اونیل هم معروفه، مشابه طرح‌های امروزیه که برای گرانش مصنوعی داده میشه. میتونه با چرخیدن به دور خودش یک جاذبه مصنوعی درست کنه. پوسته بیرونی این طرح سپرهای تشعشعی ضخیم داره و دیوارهاش با پنجره‌های خورشیدی پوشیده شده که گرما و نور رو برای ساکنان این مستعمره فراهم میکنه. شاید این طرح در اون زمان باور کردنی نباشه، اما استوانه اونیل برای پشتیبانی از یک اکوسیستم طبیعی طراحی شده و کارآمد هم هست. داخل هر استوانه رودخونه ها، جنگل ها و پارک ها وجود داره که در کنار شهرها و محله ها قرار می گیرن. هر استوانه میتونه بیشتر از 1 میلیون نفر رو داخل خودش جای بده. یک ساختار ابتکاری دیگه در سال 1975 ارائه شد. اون زمان ناسا یک مطالعه تابستانی در دانشگاه استنفورد داشت که همونجا مدل مفهومی که شبیه به دونات بود شکل گرفت. اینجا که بهش دونات استنفورد هم میگن، یک زیستگاه توخالیه. جمعیت 10,000 نفره رو پشتیبانی میکنه که تو حلقه های داخلیش زندگی میکنن. داخل این حلقه ها خونه، ماشین و هر چیزی که یک شهر توی فضا نیاز داره با گرانش مصنوعی میتونه پشتیبانی بشه. کمی بعد از ایده دانشگاه استنفورد، اونیل یک زیستگاه دیگه به نام کره برنال رو پیشنهاد کرد. تو این طرح اونیل سیلندرهای بزرگش رو به کره با قطر کمتر از 2 کیلومتر کاهش داد. به دلیل اندازه کوچیک‌تر، کره برنال سریع‌تر از یک مستعمره تو مقیاس بزرگتر میچرخه و هر چرخشش توی 1 دقیقه انجام میشه تا بتونه با همین چرخش گرانش طبیعی مثل زمین به وجود بیاره. این زیستگاه‌های ابداعی الهام بخش خیلی از مفاهیم توی قرن 21 شدن. سال 2006 سکونتگاه مداری کالپاناوان به عنوان طرح تکمیلی و توسعه یافته از طرح‌های دهه 70 میلادی مطرح شد. کالپاناوان از استوانه‌های چرخشی مثل استوانه اونیل برای ساخت جاذبه طبیعی زمین استفاده می‌کنه. کلاهک‌های انتهایی هر سیلندر منبع نور و انرژی خورشیدی رو فراهم می‌کنن.
در حالی که سپرهای موجود تو ساختار بدنش ساکنان رو در برابر تشعشعات محافظت می کنن. در نهایت برای ساخت چنین زیستگاه هایی در کنار بحث علمی و عملیاتی مهمترین بخش بودجه است. تعداد خیلی کمی از سازمان ها منابع و بودجه لازم رو دارن. تازه منابع هم کافی نیست. تکنولوژی رسوندن منابع به مستعمره فضایی هم مهمه. شاید اولین قدم برای ساخت چنین ایده هایی هتل های فضایی باشه که الان هم در دست ساخته. یک هتل در مدار زمین که در آینده بتونه تبدیل به یک سکونتگاه بین مداری برای زمین و ماه بشه. چنین طرح‌هایی و توانایی پیاده سازیشون میتونه انسان رو سریعتر در راه استعمار فضا قرار بده. هرچقدر جامعه امروزی ما به زمین متکیه، نسل‌های آینده میتونن تمدن‌های بین سیاره‌ای باشن. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.